سلام به همه رفقای خوبم در چنل توپ سخنگو. حالتون چطوره بچه‌ها؟ خیلی خوشحالم که در یک کلیپ دیگه کنار شما عزیزای دلمون هستیم. رفقایی که حضورشون باعث دلگرمی ما و کامنت‌ها، لایکاتون، که سابسکرایب می‌کنید ما رو به دوستان عزیزتون به ما کلی انرژی میدیم و ما از تک تک شما عزیزان کمال سپاس رو داریم. این کلیپمون رو گفته بودم تو کلیپ قبلیمون، قراره زندگی شخصی کوتاه از زندگی شخصی هالند واسهتون آماده کردیم، اونو می‌خوام بهتون بگیم. اما قبل از اینکه اون موضوع رو بخوایم واسهتون باز کنیم جزئیاتشو، چند تا خبر کوتاه که تو همین چند ساعت اخیر به دستمون رسید تونستیم جمع‌آوری کنیم اونا رو بهتون بگیم، بعد بریم سراغ خبر هالند. پس قبل از اینکه بریم سراغ خبرمون، لطفاً لایک قشنگه رو بکوبید، کامنتای پر انرژیتون فراموش نشه و از اینکه ما رو به دوستان عزیز خودتون معرفی می‌کنین کمال سپاس رو داریم. گورتزا گفته ما در تیم ملی با ترشگین شوخی می‌کنیم، می‌گیم شانس آوردی بایر مونیخ قهرمان شد، وگرنه فصل بعد دوباره میخوردیم به بارسلونا. واقعا به نظر من شاید بگیم بدشانسی بود این که توماس توخل رفت، چون واقعا بایرن با اقتدار خیلی جذاب به نظر من بارسلونا هست که به نظر من میتونست توی فینال هم حتی حضور داشته باشه، انقدر امید داشتیم رو بایرن، اما این اتفاق نیفتاده دیگه. ببینیم امسال چجوری میشه. بریم سراغ آمار جاودانه در سطح دیدارهای ملی. تیم ملی مارینو شب گذشته به قزاقستان باخت تا به آمار 129 بازی پیاپی بدون برد برسه. آخرین برد سان مارینو به سال 2004 و برد مقابل لیختنشتاین برمیگرده. واقعا خیلی ها 2004 و 2023 19 ساله یه تیم اصلا برد نداشته باشه. بدبخت طرفداراش چی میکشن واقعا؟ مگه میشه؟ فکری بکنید خواهشم. اما قبل از اینکه بریم خبر بعدیمون رو بریم کیت رئال ببینیم، واقعا جود بیلینگامو تو این لباس میبینی فکر میکنی که اصلا تاتنهام بیلینگامو خریده، انقدر یعنی کیت به هم دیگه نزدیکه. عکس خیلی جذابی بود تا من دیدم، این به ذهنم رسید، گفتم که با شما به اشتراک بذاریم، شاید در نوع خودش جالب باشه. یه خبری چند وقت پیش من خوندم که رئیس فدراسیون فیفا وینیسیوس جونیور رو به عنوان رهبر یا رئیس ستاد مبارزه با نجات پرستی گذاشتشون، طبق اون بی احترامی که تو فصل قبل بهش شد. فکر کنم دیگه رئیس فدراسیون فیفا نتونست کوتاه بیاد، دلش نیامده، حالا این اقدام خیلی جذابو کرده. در پی اون اقدام حالا اسپانسر لباس والنسیا به دلیل توهین‌های نژاد پرستانه هواداران تیم به وینیسیوس رسما همکاری خودش رو با این باشگاه قطع کرده، که به نظر خودم حرکت بسیار جالبی بوده. ایول داره دیگه، واقعا بالاخره یکی سیاه یکی سفید یکی زرد، این نه اصلا مسئله نیست، مسئله انسانیت. حالا رنگ پوست اونقدر فکر نکنم بولد باشه که شما بخواید یه بی احترامی سو بزرگ تو سطح استادیوم تو سطح جهانی که اصلا داره دیده میشه، حالا شما به وینیسیوس مثلا بی احترامی کردین، یعنی به سیاه پوست دیگه بی احترامی نکردین؟ بالاخره اونم انسان، حالا سیاه مگه بده سفید خوبه؟ به نظر من کار درستی پارسال اصلا نکردن در قبال وینیسیوس، ولی حالا ان شاء الله امسال بتونه اقدامات قشنگی وینیسیوس انجام بده. بعد از این خبر اصلا دلم نمیاد اینو بگم، زلاتان ابراهیموویچ گفته بازیکنای زن سوئدی که تو خیابون فوتبال بازی میکنن میتونن تیم جدید مسی رو شکست بدن حتی اگرم حامله باشن. یعنی چقدر واضح و چقدر خوشگل توصیف کرده تیم مسی رو، اصلا نقل و انتقالی که کرده اصلا به نظر من هرچی افتخارم بوده اصلا یعنی شسته برده، به نظرم اصلا جای خوبی نرفت. حداقل اگر کریستیانو رونالدو رفت انس رسانه داره بازیکن رو دنبال میکنه، چه اتفاقی داره میفته نمیفته، تو اصلا رفتی یه جایی که دیگه اصلا کلا پوچی. حالا تصمیم شخصیش بوده، احترام ما که نمیدونیم، احترام ولی میذارم. دمتون گرم که تا انتهای کلیپ هم همراه ما بودید. کلیپ های بعدیمون از دست ندین. با امیر حسین محمد، امیر محمد مهدی، چون داریم یه چالش های خیلی جذاب آماده میکنیم که فکر کنم خیلی دوست داشته باشین. دمتون گرم، فعلاً.